سلام بچه ها، وقت بخیر، خسته نباشین. صدا و تصویر هستش یا خیر؟ آقای شجاعی، بله بله. خب خدا رو شکر ما اون هفته قضیه تقسیم رو پیش بردیم، تا این نکته هاش هم گفتیم و تا حالا دوستان دیگه بیان کلاس تکمیل بشه، من این نکته های مهم دیگه‌اش هم بگم و بعد بریم سراغ عاد کردن. امشب بخش پذیری رو به شما بگیم. یه نکته ای داریم، حاصل ضرب n عدد متوالی بر n فاکتوریل بخش پذیر است. آقای لک، دوباره میگم آخر ساعت برای جزوه، حتما آخر ساعت میگم، حاصل ضرب n عدد متوالی بر n فاکتوریل بخش پذیره. مثلا 3 عدد متوالی بر 3 فاکتوریل میخوره. خود کتاب اینو به عنوان تمرین داره. n منهای 1 ضرب در n در n به اضافه 1 به 3 فاکتوریل، یعنی 6 بخش پذیره. n عدد متوالی هم به n فاکتوریل میخوره. من میخوام الان براتون اینو در واقع حل کنم. صفحه 11 هستش. صفحه 11. خب بچه ها نگاه کنین، تمرین کتابه. قضیه تقسیم برای همه اعداد آزاده. من چون صحبت از شیشه، قضیه تقسیم رو برای 6 برای شما می‌نویسم. یعنی n مساوی با 6 کیو به علاوه r، بدتون نره r بین 0 تا 6 خواهد بود. یعنی یه بار n میشه 6 کیو، یه بار n میشه 6 کیو به علاوه 1، همین جوری تا 6 کیو به علاوه 5. تو نهایی اگه بدن خیلی وقت گیره. من حالا میخوام دو تا از این قسمتاشو برای شما ثابت کنم، بقیهش هم اینه همینه، فرقی نداره. مثلا بیایم 6 کیو رو لطفا جایگذاری کنید در صورت سوال، یعنی به جای در واقع n بذارید 6 کیو، میشه 6 کیو منهای 1 ضرب در 6 کیو ضرب در 6 کیو به علاوه 1. یه دونه شیشه این اول رو شیشه این وسط رو میارم اول می نویسم، چون بینش ضربه که اشکالی نداره. بچه ها این شیش میاد اول، میشه شیش کیو منهای 1 ضرب در کیو ضرب در شیش کیو به علاوه 1. خوب نگاه کنید، اسم اینو میذاریم کا. ببینید مضرب 6 در اومد، پس روش اشباع رو دارم انجام میدم، اثبات به کمک همه حالت ها. اومدم اعداد رو تو ریاضی به 6 تقسیم کردم، گفتم هفته قبل درس داده بودیم باقی مانده بین 0 تا 5 میشه. هر 6 حالت رو باید جایگذاری کنیم. اولی 6 کیو جایگذاری کردم، برم سراغ این یکی. وقتی جایگذاری میکنین در صورت سوال، دقت کنید خلاصه یه 6 بتونین این وسط فاکتور بگیریم بیارین اول، بقیهش هم میگیریم کا برا خودمون. خب این که خیلی آسونه، وقتی تو همون پرانتز اول میذاریم، پرانتز اول 1 با منهای 1 میره میشه 6 کیو، 6 کیو به علاوه 1 در 6 کیو به علاوه 2. بچه ها از اینجا تا اینجا رو برای خودتون کا بگیریم، بفرمایید. بازم مضرب 6 شد. به همین ترتیب بقیه حالت ها، چون دیگه خیلی تشریحیه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، خودتون دونه دونه امتحان کنید. پس در حالت کلی اگر کسی n عدد پشت سر همو تو هم ضرب کنه، مضرب n فاکتوریل در میاد. حالا این تست رو نگاه کنید، حاصل ضرب n3 منهای n در n2 منهای 4 بر کدام گزینه بخش پذیر است؟ چیکار میکنیم بچه ها؟ بازش میکنیم. اولی از یه دونه n2 فاکتور میگیرم، بعدی هم مزدوج مینویسم. خود همین اینم دوباره مزدوجه. حالا بیاین از کوچیک به بزرگ مرتبش کنیم. یه n منهای 2 داریم،
یه n منهای یک داریم، یه n داریم، یه n به علاوه یک داریم، یه n به علاوه دو داریم. از کوچیک به بزرگ مرتب کردم، 5 تا عدد پشت سر هم دیگه شد. 5 عدد متوالی مضرب 5 فاکتوریل، یعنی به 120 میخوره. گزینه 3 جواب ماست. 5 عدد متوالی به 120 بخش پذیره، مضرب 5 فاکتوریل. خب این از مبحث قضیه تقسیم. اون سوالایی که حل نکردیم اثباتیایی که دیگه شاید به درد تست و امتحان نهایی نخوره. من دیگه تو مدرسه بعضی سوالا، خب یه خود میخوام بچه‌ها بیشتر فکر کنن، این سوالا میدم، ولی دیگه جاش سر کلاس تست نیست. اگر کسی دوست داشت حل کنه من توی تلگرام بفرسته، ایراد داشت من بهش میگم اگه علاقه داشتین. میریم سراغ درس بسیار مهم عاد کردن، که در روند نظریه اعداد عاد کردن توی بمیمیم کمیمیم هم استفاده میشه، تو هم نهشتی هم استفاده میشه و خیلی مهمه. وقتی میگیم آ ب رو عاد میکنه بچه ها، یعنی ب به آ بخش پذیره و باقی مانده نداریم، باقی ماندمون صفره. دو شیش رو عاد میکنه، چون شیش به دو بخش پذیره. دو منفی شیش هم عاد میکنه، منهای دو منهای شیش رو عاد میکنه. پنج هفت رو عاد نمیکنه، چون هفت به پنج بخش پذیر نیست. اول این سوال رو نگاه کنید، آ دوازده رو عاد میکنه، این معادله چند جواب داره؟ بفرمایید که مقسومون الیهای دوازده رو من باید بنویسم. مقسومون الیهای دوازده یک و منفی یک. بچه ها منها تو بخش پذیری اهمیت داره، چون یه عددی که به مثبت چهار میخوره قطعا به منفی چهارم میخوره. تمام اینا جوابهای این مسئله هستن. سلام خانم قربانی، صفحه در واقع دوازده رو بیاریم، اول عاد کردن. خب خانم رفیعی هم سلام. چهار سه تا مساوی شیش دو تا، گفتم لطفاً عاد کردن براش بنویسین. اینجا گنده میخوام بنویسم، وقتی آ ب رو عاد میکنه این دو شرطیه، ب بر آ بخش پذیره، و اگرم جای دیدین به مساوی آکیوه میتونیم بگیم آ به رو عاد میکنه. من الان 6 دوتا رو میگیرم 12 تا، این 3 رو میگیرم کیو برا خودم. الان میتونم بگم 4 12 رو عاد میکنه. برعکسش میتونم 4 رو برا خودم کیو در نظر بگیرم، بگم 3 12 رو عاد میکنه. آقا از این ور نمیشه خون؟ چرا آقا؟ 4 3 تا 12 مساوی 6 ضرب در 2. اینو برای خودم بگیرم خارج قسمت، بگم 6 12 رو عاد میکنه. یه بارم برعکسش 2 12 رو عاد میکنه. هر چی در کیو ضرب شده باشه مقسوم الیه اون طرفه، تازه خود کیو هم مقسوم الیه، اشکال نداره، خود کیو هم اون برای عاد میکنه. ببینید نیازتون تو سوال چی هست. x به علاوه 2 6 رو عاد کرده، این معادله چند جواب دارد؟ بچه ها شما حل کنید. x به علاوه 2 6 رو عاد کرده، بفرمایید که من اینو یه دونه برای خودم مجهول جدید میگیرم مثل آ. آ چه اعدادی میتونه باشه و این معادله به نظر شما چند تا جواب داره؟ 8 تا جواب. آفرین خانم آیدا. x به علاوه 2 یا همون آ بعد بچه ها مقسوم الیهای 6 باشه. مقسوم الیهای 6 رو لیست میکنیم، مثبت و منفی 1، مثبت و منفی 2، مثبت و منفی 3 و مثبت و منفی 6. از هر کدوم از اینا دو تا جواب به دست میاد.
مثلا از این با مثبتش میشه منفی 1، با منفیش میشه منفی 3، از این با مثبتش میشه 0، با منفیش میشه منفی 4 دیگه. حالا ال آخر دیگه 8 تا جواب داره. فقط حواستون جمع باشه اگه گفتش جوابهای طبیعی عجله نکنین، واقعا دونه دونه ایکس رو ببرین اونور. بعضیا عجله میکنن، اگه این سوال بگه چند جواب طبیعی داره زود میگن 4 تا، منها رو حذف میکنن. غلطه، بعد دونه دونه دو رو بیاریم اینور. الان نگاه کنید اینجا هیچ کدومش طبیعی نشد، ولی با مثبت 3 یه جواب طبیعی در میاد که حالا مثلا ایکس میشه 1، با منفی با مثبت 6 هم یه جواب طبیعی. حالا همه جواباشو نوشتم دیگه، اونای دیگه طبیعی نیستند، دو تا جواب طبیعی داره. این صحیح گفته بود، پس همشون درستن. گفته آ 20 رو آد کرده و آ مقسومون الیه 5 نیست، یعنی آ 5 رو آد نمی کنه. مقادیر آ رو به دست بیارین. خب بیاین واقعا ببینیم چه اعدادی 20 رو اول آد می کنن. اصلا به پایین کاری نداشته باشیم. مثبت و منفی 1، 2، 4، 5، 10 و 20 ببینیم کدوماش در واقع غیر قابل قبولن. اونایی که 5 رو آد نکنن در واقع گفته آ 5 رو آد نکنه. الان نگاه کنیم بچه ها، 2 5 رو آد نمی کنه، 4 5 رو آد نمی کنه، 10 و 20 هم 5 رو آد نمی کنن. این دوتا 5 رو آد می کنن و حذف می شن. 1 و 5 رو باید برداریم چون مقسومون الیه 5 هم گفته که مقسومون الیه های 5 رو بیخیالشی. حالا برای اینکه ذره فکرتونم به کار بگیرم، اگه اینطوری بود چی؟ میگفت 5 آ رو آد نکنه. حالا کدوم قابل قبول نبودن؟ 5 آ رو آد نکنه. بله بعضیا میگن که 1 5 10 20 آفرین. الان بچه ها مثبت و منفی 1، مثبت و منفی 2، مثبت و منفی 4 5 10 و 20 به 5 نباید بخش پذیر باشند. این سه تا حذف میشن چون به 5 بخش پذیرن، پس 1 و 2 و 4 جوابش میشه. 5 و 10 و 20 حذف میشن چون به 5 بخش پذیرن. 1 و 2 و 4 جواب ما خواهد شد. اما ویژگی های بخش پذیری من چند تاشم میخوام اثبات کنم برای امتحان نهایی. چند تایی که فسفوری میکنم خیلی مهمترن. 1 همه اعداد رو آد میکنه، منفی 1 هم همه اعداد رو آد میکنن چون واقعا 1 و منفی 1 مقسوم الیه همه اعداد هم. هر عددی خودش رو آد میکنه، اینم بدیهیه. بچه ها هر عددی 0 رو آد میکنه، هر عددی، به خاطر اینکه الان 0 مساوی آی ضرب در کیو هست، کافیه ما به جای کیو 0 بذاریم. ولی دقت کنید 0 هر عددی رو آد نمی کنه. چرا مثلا 0 5 رو آد نمی کنه؟ نگاه کنید، به خاطر اینکه 5 هیچ وقت برابر 0 ضرب در کیو نمیشه. استثناءن میگن بچه ها 0 0 رو آد میکنه، این استثناءه. 0 0 رو آد میکنه به خاطر اینکه 0 مساوی با 0 ضرب در کیو هست توی ریاضی و این تساوی برقراره. نگین مبهمه. پس اعداد 0 رو آد میکنن چون 0 به همه چی بخش پذیره، اما 0 اعداد رو آد نمیکنه، فقط خودش رو آد میکنه. حواستون باشه. مثبت و منفی توی بخش پذیری تأثیری نداره. مثلا 4 8 رو آد میکنه، هر طرفی دلت خواست منها ضرب کن.
همشون درستن. تو بخش پذیری ویژگی جیم و دال رو حتما هایلایت و فسفوری میکنیم چون بسیار مهمه. تو بخش پذیری میشه سمت راست و در یه عدد ضرب کرد، دو طرف هم میشه ضرب کرد. اصطلاحا میگن سمت راست رو میتونیم چاقش کنیم و این شعار رو من مینویسم در بخش پذیری. شما هم یادداشت کنین، همواره سمت راست چاق و چاقتر و سمت چپ لاغر و لاغرتر می شود. آقا چاق یعنی چی؟ چاق و چاقتر، چاق یعنی در یه عدد میتونیم ضرب کنیم، توانم میتونیم برسونیم بچه ها. لاغر یعنی تفکیک در ضرب، همون تقسیم خودمون، یا توان و کم کردن، توان کم بشه. از اینا خیلی استفاده میکنیم. حالا الان یواش یواش میبینیم. نگاه کنن همه، اولا که من با عدد مثال بزنم و مثلا دال رو اثبات کنم واسهتون. دال رو اثبات کنم. خب با عدد آقا مثال بزنین. دو چهار رو عاد میکنه، چهار سمت راست رو در هر چی خواستی ضرب کن. دو مثلا 32 رو هم عاد میکنه. دو چهار رو عاد میکنه، دو طرف رو در دو ضرب کن، چهار 8 رو عاد میکنه. اینجا فقط سمت راست رو چاق کردم، اینجا دو طرف رو ضرب کردم. این کاملا درسته. اثباتش چیه؟ مثلا دال رو نگاه کنه. آقا آ به رو عاد میکنه، برش گردون به حالت مساوی، پس به مساوی آکیو. دو طرفش رو در یه دونه ان ضرب میکنم، ان به مساوی ان آکیو. آد کردن یه رابطه دو طرف است. چطور شما بر حسب کیو می نویسی؟ اگرم جایی بر حسب کیو داشتی لطفا دوباره به آد کردن تبدیلش کن. الان میتونم بگم ان آ ان ب رو آد میکنه و این کاملا درسته. ان آ ان ب رو آد میکنه. این دو طرف هم هستش، یعنی هم میشه ضرب کنیم هم ساده کنیم. فلش دو طرفه رو دقت کنیم، ولی بالا فلشش یک طرف است. این سوال همه نگاه کنن. آ ب رو آد کرده، ثابت کنید آ دو به سه رو آد میکنه، مثل بازگشتی خانم قربانی. بعد آ ب رو آد میکنه. اگه تستی بخوایم حل کنیم میگیم آقا درسته سمت راست رو چاق کرده، دلش خواسته در یه دو به دو ضرب کنه. اما تو امتحان نهایی ننویسی چاقا، صفر بهت میدن. چاق چیه؟ اثبات در حد امتحان نهایی اینجوریه، وقتی که آب رو آد کرد بنویس به مساوی آکیو. خوب همه نگاه کنن، طرفین رو به توان سه میرسونم، به سه مساوی آسه کیو سه، در یه دونه دو هم ضرب میکنم چون دو به سه میخوام، دو به سه میشه دو تا آسه کیو سه. خب حالا که دو به سه ما پیدا کردم، یه دونه آ رو میارم کنار، بقیه رو خوشم نمیاد ازشون میندازم داخل پرانتز و کیو پریم میگیرم. از اینجا آ آد میکنه دو به سه رو. بفرمایین، این اثبات اولی. آ آد میکنه دو به سه رو. جمع و تفریق جزء چاق و چاقتر نیست، نه، فقط ضرب کردن در یه عدد چاق کردنه. خب تذکر، نوشتیم که آقا نمیشه سمت چپ و لاغر کرد، نگاه کنین، ببخشید یعنی سمت چپ و چاق کرد. آ ب رو آد میکنه، نتیجه بگیریم ام آ ب رو آد میکنه، همواره صحیح نیست. طرف چپ فقط لاغر میشه. مثال بزنم براتون، اینجا چهار هشت رو آد میکنه،
شما نمیتونی مثلا 4 رو در یه 3 ضرب کنی بگی 12 هم 8 آد میکنه و این غلطه. مسئله چی میگه آقا؟ مسئله همونی که شما گفتین رو داره میگه. سمت چپ رو میتونم لاغرش کنم. واقعا نگاه کنین، یه 30 ثانیه وقت میدم ببینم میتونین اثباتش کنین. خیلی اثبات راحته ها، بر حسب کیو بنویسین راحت اثبات میشه. آب سه آد میکنه، مثلا بچه اولیشو میخوام ثابت کنم، آب سه رو آد کنه، سه مساوی آب کیو. بیاین بچه ها این به کیو رو برای خودمون کا بگیریم، این یعنی آ آد میکنه سیو. یه بار دیگه هم اون یکی هم اثبات کنم، سی مساوی به رو میارم کنار، آ کیو رو برای خودم کا میگیرم، اینم یعنی به آد میکنه سیو. سمت راست رو در واقع اگه اضافه است برای خودتون متغیر جدید بگیریم. این مال این. پس تا اینجا سمت راست رو میتونیم چاق کنیم، سمت چپ میتونه لاغر بشه. شماره 4 چون برای نهایی مهمه اثبات میکنم، اگر آب رو آد کنه حتما به از آب بزرگتره، البته قدر مطلقش اصطلاحا میگن بدون علامت، یه خود حسابان توش داره، به مساوی آکیو. از طرفین قدر مطلق بگیرین لطفا، قدر مطلق به مساوی قدر مطلق آکیو. امشب دترمینان رو خوندیم، دوستانی که هندسه بودن دترمینان حاصل ضرب رو جدا کرد، این شبیه به اونه، حتی اون شبیه به اینه در واقع. دترمینان قدر مطلق حاصل ضرب هم شما تو ریاضی میتونی جدا کنی. بعد همه چی صحیحه تو تعریف آد کردن، کیو عضو زده. وقتی قدر مطلق شما میگه کیو عددی است بزرگتر از یک، طبیعیه. آقا چرا صفر نیست؟ اگه صفر باشه به هم میشه صفر، ولی سوال نوشته به مخالف صفره. بنابراین حالا که همشون عددهای مثبتن، وقتی یه عدد بشه حاصل ضرب دوتا عدد، مثلا 20 میشه 5 4 تا، خب 20 هیکلش هم از 5 بیشتره هم از 4 بیشتره، پس قدر مطلق ب بزرگتر مساوی قدر مطلق ا. یه بار دیگه آ ب رو آد کرد، نوشتم ب مساوی آ کیو، از طرفین قدر مطلق گرفتم، تفکیک کردم قدر مطلق رو. یه عدد تو ریاضی شده ضرب دو تا عدد دیگه، پس باید از هر دوتاشون بزرگتر باشه. اینو برای نهایی حتما توجه کنید، مهمه. 5 میگه اگه دو تا عدد همدیگر رو آد کنن امکان نداره، مگر اینکه یا مساوی همدیگه باشن یا قرینه همدیگه باشن. اگه آ ب رو آد کنه ب هم آ رو آد کنه، آ مساوی با مثبت و منفی ب. خب شماره 6 داخل کادر بسیار به درد خورد. به نظر من شما فارسیشو بنویسید چون خیلی به درد میخوره. منم مینویسم هرگاه عددی دو عدد را آد کند یا بشمارد، آنگاه جمع و تفریق و ضرب آنها را می شمارد. وقتی که آ ب رو آد می کنه ب مساوی آ کیوه، وقتی که آ س رو آد می کنه س مساوی آ کیو پریمه. بیا این طرفین رو از هم کم کنیم، از یه دونه آ فاکتور می گیریم. مثلا من تفریقش رو بچه ها دارم اثبات میکنم، اثبات تفریق جمعش و ضربش هم این همینه، فرقی نداره. از هم کم کردم، از یه دونه آ فاکتور گرفتم، اسم اینو میگیرم کیوزگوند،
در ادامه برنامه آد میکنه به ایمین های سه رو برعکس آد کردن بقیهش رو نوشتم. برعکس آد کردن. مسئله بعدی تکلیف اگه دوست داشتین تو خونه خودتون اثبات کنید. این یکی هم میگه اگر آ یک رو آد کنه مقسومون الی های یک میشن مثبت و منفی یک. پس چه اعدادی یک رو آد میکنن؟ فقط مثبت و منفی یک در واقع. خب نکته اول عکس مطلب بالا نوشته اصلا صحیح نیستش، یعنی همواره صحیح نیست. مثلا 8 ده منهای 2 رو آد میکنه ولی متاسفانه 8 نه 10 رو آد میکنه و نه 2 رو. از راست به چپش درست بود. اگه سمت راست درست باشه سمت چپ درسته، ولی برعکسش غلطه. 7 با خودتون، 8 رو الان ثابت میکنم. 7 اسمش خاصیت تعدیه، آسون اثبات میشه. اگه 4 8 رو آد کنه، 8 هم مثلا 16 رو آد کنه، شما ثابت کنید که 4 16 رو آد میکنه. روش های اثباتشون همشون یه جوره. الان 8 رو ثابت کنم، اون 7 هم خودتون تو خونه تمرینی حل کنید. دو طرف آد کردن رو میشه تو هم ضرب کرد ولی جمع و تفریق نمیشه. وقتی که آ ب رو آد میکنه و ب و س د رو آد میکنه، لطفاً اینا رو به شکل آد کردن بنویسید. ب مساوی آ کیو، د مساوی س کیو پریم. دو طرف رو بیاین تو همدیگه ضربشون کنید. ب د مساوی آ س کیو کیو پریم. من کیو کیو پریم و کیو زگون میگیرم. از اینجا آسه آد میکنه به ده رو. خیلی راحت دو طرف آد کردن و بچه ها تو همدیگه ضربشون کردم. آسه آد میکنه به ده رو. 7 تکلیف شد با خودتون. و شماره 9 هم تکلیف آسونه. شماره 9 هم حتما باید طوری بشه، خیلی مهمه. این هم یه جور چاق کردن طرفینه. به توان یکسان برسونید و یا توان رو بردارید. دو طرف رو به توان 2 مثلا برسونید یا توانش رو حذف کنید. پس ما دو طرف رو میتونستیم توی عدد ضرب کنیم. برعکسش ساده کردن هم داشتیم. میتونیم به توان برسونیم. برعکسش میتونیم طرفین و توان یکسانشون رو برداریم. خب یواش یواش دیگه میریم سراغ این تستا، ببینیم کیا درست جواب میدن. تست 1 با شعار سمت راست چاق و چاقتر، سمت چپ لاغر و لاغرتر، بگو ببینیم که اولی رو چی کار میکنیم. باریکلا دوستانی که خانم وحیدی، آقا رضا، پارسا، آیدا، خانم رفیعی، آرزو، شکوهی میگن گزینه 4. بله 4 از نظر تیپش معلومه که درسته. سمت راست و چاق کردیم بچه‌ها، در یه دوبه ضرب کردیم. اما بیایم ببینیم چرا بقیهشون غلطن. گزینه 1 سمت راست و حق نداره لاغر کنه، لاغرش کرده. مثال بزنم، 8 4 2 تا رو آد میکنه ولی 8 نه 2 رو آد میکنه و نه 4 رو. گزینه 2 هم بچه ها ورداشته سمت راست و لاغر کرده. 3 ب 2 رو ورداشته نوشته ب. مثال نقض دوست داری، 4 آد میکنه 3 ضرب در 4 رو ولی حق نداری شما خلوتش کنی، 4 2 رو آد نمیکنه. گزینه 3 تفریق رو نمیگن لاغر کردن، ولی ما همچین قانونی نداریم. گفتیم برعکس شماره 6 فسفوری کرده بودم درست نیست.
اینجا ورداشته گفته 8 آد میکنه 10 منهای 2 رو، 8 نه 10 آد میکنه و نه 2 رو. تست بعدی اولی پس گزینه 4 شد. باز با همین ویژگی هایی که خوندیم بعدی هم لطفا جواب بدیم. خیلی ها گفتن گزینه 3، 2 نفر هم گزینه 2. بچه ها نگاه کنین، یک درسته. اول میام 30 رو با 30 ساده میکنم، بعد سمت راست رو در یه به 2 چاقش میکنم، یک اوکیه. گزینه 2 هم درسته. اول میام طرفین رو در یه 30 ضرب میکنم، بعد سمت راست رو در یه دونه 32 دوباره چاق میکنم، ضرب میکنم. اینم درسته. گزینه 3 جواب تسته. ما همچین قانونی نداریم. طرفین نمیشه از یه عدد کم کرد. ببینید مثلا من طرفین رو از 1 کم کردم. گزینه 4 هم مشکلی نداره. شما اول بیاین به توان 4 برسونین. آد 4 به 4 رو آد میکنه. بعد سمت راست رو در یه دونه به چاقش کنید. بفرمایید. پس جواب تست گزینه 3 شد. بچه ها طرفین آد کردن رو میشه توی عدد ضرب کرد. تفریق و جمع نداریم. من میخوام یه راه حل تستی برای شما، برای در واقع گزینه 4 بگم. برای گزینه 4 میخوام یه راه حل تستی بگم. خوبم هستش اگه دقت کنید به من. من الان میخوام اینا درس بدم. آقا رضا میگه که مگه گزینه 2 سمت چپ و چاق نکرده؟ نه، از چپ به راست داریم میخونیم ها، از سمت چپ به راست. راست و چاق کرده، دو طرف و اول در یه دونه 30 ضرب کرده، بعد سمت راست و در یه چیز دیگه دوباره ضربش کرده. از چپ به راست داریم میخونیم. من برای شماره 4 میخوام یه راه حل تستی بگم. بچه ها برای اون سوال هایی که فقط توان دارن، میخوایم ببینیم آیا یه همچین رابطه ای تو ریاضی درست هست یا نه. بیاین دترمینان تشکیل بدین. سطر اول توانای سمت چپی، سطر دوم توانای سمت راستی. اگر دترمینان مثبت شد اون رابطه برقراره. خیلی راه تستی باحال و جالب. مثلا همینجا راه حل تستیه رو میخوام برم. نگاه کنین، توانای سمت چپی 1-1، توانای سمت راستی 4-5. دترمینان بگیرید، 5 منهای 4 1. اگر مثبت شده درسته. خوراک این سوال بعدیه که انقدر توان داره. ببینید چی کار میکنید. توانای n کوچیک طبیعی انا، n عدد طبیعیه. البته هنرمند اونه که بتونه از چاقی لاغری استفاده کنه بگه تو تست. ولی خب چیکار کنیم دیگه؟ خب بچه ها گزینه 2 درسته. شماره 2 اول دو طرف رو به توان n رسونده، بعد سمت راست رو چاق کرده. اول دو طرف رو به توان رسونده، بعد سمت راست رو چاق کرده. این که معلومه به توان n میرسونیم و سمت راست رو در یه دونه به ضرب میکنیم. گزینه 3 هم درسته. سمت چپ لاغر شده بچه ها، سمت چپ لاغر شده. اما واقعا بین 1 و 4 شک دارم، از اون دترمینانه کمک میگیرم. راه حل تستی خوندیم. نگاه کنین، n به اضافه 1 توانای سمت چپی، سمت راستی 1-1. قطر اصلی منهای فرعی میشه منفی 1، متاسفانه بزرگتر از 0 نیست، پس 1 مشکل داره. حالا از نظر چاقی لاغری هم نگاه کنید، سمت راست توانش بزرگتره، انگار راست رو لاغرتر کرده. شما باید راست رو چاقترش کنی، توانش رو بالاتر ببری. 4 هم نگاه کنید،
چهارم اگه از چاقی لاغری بخوای بگی سمت چپ چاقتر شده دوباره، غلطه، خوشت نمیاد، دترمینان برو. سطر اول یک یک، سطر دوم n به اضافه یک n، قطر اصلی منهای فرعی، اینم منفی در اومد و اوکی نشد. در واقع دوتاش درستن بچه ها. آرزو شکوهی و مبینا رفیعی و پارسا و زهرا وحیدی و آیدا و شجاعی باری. می رویم سراغ سوال بعدی. صفحه بعد گفته که سی آد کرده آی منهای دو رو و سی آد کرده به منهای پنج و باقی مانده آبه منهای هشت و بر سی به دست بیاریم. اگر میخوایم تشریحی بریم بچه ها، بعد بنویسیم آی منهای دو مساوی سه کیو، به منهای پنج مساوی سه کیو پریم، بعد میایم آبه رو تنها میکنیم بر حسب سی، جایگذاری میکنیم تو سوال، از سیاش فاکتور میگیریم، حل میشه. میخوام تستیشو به شما یاد بدم. بعضی از این سوالای پارامتری رو با عدد گذاری میشه حل کرد. البته کنکورای جدید سعی میکنن که کاری کنن که ما نتونیم کلک بزنیم، ولی یه روش متداول بوده. اون دترمینانا رو هم به قول خودم زنگ قبل هندسه در واقع به شما با عدد گذاری اون آخر ساعت یاد دادم، گفتم آلفا بتا داره، یه زاویه دلخواه بذارین. اینجا هم همینه، فقط نگاه کنید صفر و یک و دو معمولا جواب نمیدن، عددهای خاصن، اصلا از سه به بعد عدد بذارین. البته اینجا خودش هم گفته که سی بزرگتر مساوی با سه. من حالا مثلا سی و سه برای خودم در نظر میگیرم. حالا نگاه کنید یه عدد بگین من از دو کم کنم به سه بخش پذیر باشه، پنج مثلا. یه عدد بگیم من از پنج کم کنم به سه بخش پذیر باشه، هشت. خیلی عدد داریم ما، هرچی دلت خواست. این دوتا رو لطفاً جایگذاری کن تو صورت سوال. آبه منهای هشت، هشت پنج تا چهل تا، چهل منهای هشت سی و دو، سی و دو رو بیا به سه تقسیم کنیم ببینیم باقی ماندهش چند میشه. خیلی عالی، دو در اومد، باقی مانده دو شد. من سوال بعدی چون خیلی معروفه راه حل تشریحیش هم می نویسم، ولی شما می خوام با عدد گذاری ببینم می تونین حل کنین. دو تا عدد خوب بدین به جای آبه بذارم، آی منهای به آ رو آد کنه، بعد اگه جواب داد تو صورت سوال حالا گزینه ها رو باهاش چک کنید ببینیم که در واقع کدوم گزینه قابل قبوله. چهار جوابش، من عدد مثلا 8 و 6 رو بچه خودم در نظر گرفتم، 8 منهای 6 یعنی 2 8 رو آد میکنه. بله با عدد گذاری ممکنه دو تا گزینه درست بشن و این روش قوی نیستش، یه خود خوششانسی هم میخواد. الان نگاه کنید 8 6 رو آد نمیکنه، 8 8 منهای 6 رو آد نمیکنه، 6 8 منهای 6 رو آد نمیکنه، ولی 4 درسته. آقا میخوام اثبات ریاضیش هم بگم، خیلی به درد خوره. نگاه کنید آی منهای به آ رو آد میکنه، خودش گفته. اینی که دارم میگم به عنوان رابطه کمکی خیلی ازش استفاده میکنیم. عددات پارسا پس خوب نبوده دیگه، این عدد گذاری یه ذره این مشکل رو داره. اگه دوتا گزینه درست شد یا سه تا، دوباره بعد یه سری عدد جدید هم بدیم بهش. آقا آی منهای به این رابطه کمکی رو من میخوام بگم، هر عددی خودش رو آد میکنه، اینو خیلی استفاده میکنیم که هر عددی خودش رو آد میکنه. بعد یه ویژگی داشتیم به نام ویژگی شماره 6، میخوام اینو تأکید کنم، اینم خیلی به درد میخوره. اگر یه عدد دوتا عدد رو آد کنه حتما جمع و تفریقشون رو آد میکنه، من از هم کم میکنم، به آ با آ میره به میمونه. نگاه کنه چقدر باحال. آیدا گفته که آ رو بگیریم 4 ب رو 3، چرا خوب بود اتفاقا.
جوابم میده. رفیعی، نباید سمت چپ یه عددی بذاریم که یک یا منفی بشه. نه، این همه عدد، من مثلا 8 و 6 گذاشتم، اختلافشون 2 شد. فقط یک همه اعداد رو عاد نمی کنه. خب مثلا 2 منفی 2 هم خیلی از اعداد رو عاد می کنن. اگه 1 بشه رفی، امکان خطا زیاده، باریکلا. لطفاً با همین بعد نکتهش رو اینجا هم خب بود، کسی اگه مثلا دقت کرده بود جواب تست رو این پایین نوشته بودیم. این چون خیلی مهمه، این تست رو من اومدم به صورت نکتم در آوردم. حالا لطفاً با همین عددای خودتون، اگه همه گزینه ها رو رد کردین، یا با همین 8 و 6 که من دادم، تست بعدی رو جواب بدین. بعد من خودم در واقع با اثباتم میخوام سه تا گزینه درستش رو بگم. نه، برای همه اعداد که درست نیست. تست رو که طرح میکنن یه سری عدد توش جواب میده و اون عددهایی که جواب میدن برای همون گزینه ها مناسبه، نه برای همه سوال ها. عدد گذاری فقط برای همون سوال خوبه. الان اگه ما 8 و 6 رو بذاریم، ببینید 8 به علاوه 6 گزینه 4 متاسفانه جواب به ما نمیده. 14 عاد نمیکنه 16 رو. حالا میخوام چون امتحان در واقع نهایی هم هست و میخوایم حفظم نباشیم، راه اصلی یاد بگیریم، میخوام براتون بقیه گزینه ها رو بگم چرا درسته. سری ببینید، آی من های ب آ رو آد کرد، آی من های ب طبق سوال قبلی برم آد کرد. با اجازه سمت راست رو چاقش میکنم، در یه دو ب ضربش میکنم، پس آی من های ب دو ب دو رو آد میکنه. از طرفی آی من های ب آ رو آد میکنه. الان گزینه بچه ها دو رو اثبات کردم، ما نگاه کنیم. آی من های به آ رو آد میکنه، سمت راست رو در یه دونه آ چاقش میکنم، ضرب میکنم. حالا یه عددی، باز ویژگی شماره 6، یه عددی به اسم آی من های به اومده دوتا عدد رو آد کرده. هر وقت یه عدد دوتا عدد رو آد کنه، جمع و تفریقشون هم آد میکنه. یه بار با هم جمع کن، یه بار از هم کم کن. بفرمایید گزینه 1 و 3 رو هم اثبات کردم. مسئله بعدی از تمارین مهم کتاب امتحان نهایی پارسالم اومده بود. راهنمایی میکنم از 2 ویژگی بعد استفاده کنین. هر کی ثابت کرد میتونه دستشو بیاره بالا و توضیح بده بر بقیه. از 2 ویژگی لطفاً استفاده کنید. اسماشو نگم دیگه کدوم شماره هاست. نگاه کنین بچه ها، من 1 طرفین رو به توان 2 میرسونم. 25 آد میکنه، 16 کادو به علاوه 8 کا به علاوه 1. یه بار طرف اینو در 5 ضرب میکنم، دو طرف اینو، پس 25 آد میکنه 20 کا در 5 ضرب کنیم 20 کا به علاوه 5. باز ویژگی شماره 6، هرگاه عددی دو تا عدد رو آد کنه، جمع و تفریق و ضربشون رو آد میکنه. من با همدیگه جمعش میکنم، سمت چپو که عیناً باید بنویسین، 16 کادو به علاوه 28 کای به علاوه 6. اینم در واقع ثابت کنیدمون که خیلی قشنگ و مرتب اثبات شد. یه تمرین دیگه هم حل کنیم و 5 دقیقه استراحت بدیم، 5 6 دقیقه استراحت بدیم. گفته که اگر آب رو آد کنه نتایج زیر رو بگید، کدوما درستن کدوما غلطن. همشون درستن. الان من میخوام چند تاشو به عنوان نمونه برای شما ثابت کنم. اولی که خیلی راحته،
وقتی A B رو آد کنه از راه دترمینان هم تازه میتونیم بریم بهتون یاد دادم. A2 B2 رو آد میکنه، بعد لطفاً سمت راست رو در یه دونه B دوباره چاقش کنین، پس A2 B3 هم آد میکنه. این یک. حالا میخوام بریم دو. بچه ها یه رابطه کمکی قشنگ دوباره بعد بنویسیم. A B رو آد میکنه، می نویسیم آ آرم آد میکنه. اگه آ آ رو آد کنه سمت راست رو من میتونم چاقش کنم، در یه دونه 5 ضربش میکنم. رابطه کمکی یادتون نره، این خیلی به درد میخوره. آقا آ ب رو آد کنه، در یه دونه 2 سمت راست رو چاق کن، آ دو ب رم آد میکنه، با همدیگه جمعشون کن. بفرمایید این اثبات گزینه 2 یا شماره 2. به عنوان نمونه 5 هم براتون میخوام اثبات کنم. 5 بچه ها آ آ رو آد میکنه، پس در ضمن آ برم آد میکنه، پس آ آد میکنه جمعشونو. اشکال نداره طرفینو با سمت راستو با هم جمع کنیم. خب آقا میشه طرفینو به توان یکسانم برسونیم دیگه؟ بله، من دو طرفو به توان 2 میرسونم، پس آ دو آد میکنه آی به علاوه ب به توان 2 رو. اینم شماره 5. بقیه شون هم این همین اثبات میشن، همه مواردش درست بودن. لطفاً ساعت 9:05 برگردین، خسته نباشین فعلا. خب بچه ها هستین، ادامه بدین. خسته نباشین، بریم. صفحه بعدی اگر که همه حاضرن. اگر آ دو آی به علاوه ب رو آد کنه کدام نتیجه درسته؟ این خیلی قشنگه سوالش. اگر کسی بتونه واقعا یک رو بگه، خب مثلا بقیهش دیگه معلوم میشه. ببینم کسی هستش که بگه برای اثبات یک چه ابتکاری بزنیم از رو سوال واقعا یا نه. یه حرکت خیلی قشنگ داره، به سادگی میشه سریع به گزینه یک رسید. آیا دوستان عزیز میتونن برای یکی حرکتی بزنن یا خیر؟ نگاه کنید بچه ها، سمت چپ ما میتونیم لاغر کنیم. ببینید چقدر باحاله. من میام سمت چپ و یه آشو بر میدارم، چه اشکالی داره؟ سمت چپ لاغر. از طرفی آ آ رو آد میکنه، رابطه کمکی که امروز چندمین بار نوشتیم. از هم کم کنید، پس آ ب رو آد میکنه. خدایش قشنگ نبود؟ سمت چپ و یه دونه از تواناشو برداشتم، لاغرش کردم، آ آی به علاوه ب رو آد میکنه، آ خودش هم آد میکنه، کم میکنیم میرسیم به این. دیگه یک رو اثبات کنی دو کای نداره. وقتی آ ب رو آد کنه، آ دو ب دو رو آد میکنه، یه دونه ب دو هم ضرب میکنیم، آ دو ب چهار هم آد میکنه. آ دو به چهارم آد میکنه. شماره سم آسون اثباتش با خودتون. بچه ها چهار و پنج غلطن. نگاه کنید سمت چپ و زیادی چاق کرده. سمت چپ
توان بیشتری از راست دارد. معادلات زیر را در زد حل کنید. ببینیم چی کار میکنیم. اولی شماره یک، به نظر شما این معادله چند جواب داره؟ اجازه بدید من این چهار تا نکته رو یک بار بنویسم. هر عددی صفر رو عاد میکنه، صفر فقط خودش رو عاد میکنه، یک همه اعداد رو عاد میکنه. و عرضم به خدمت شما که اگر یه عدد یک رو عاد کنه اون مثبت و منفی یکه، فقط مقسومون الیهای یک، یک و منفی یک هن. از این چهار تا کمک بگیرید بفرمایید که شماره یک چند تا جواب داره. باریکالله، وقتی که هر عددی صفر رو عاد میکنه یعنی x2 به علاوه x میتونه هر عددی باشه، پس x عضو زده. بفرمایید x عضو زده، بی شمار جواب داری. شماره دو نظرتون چیه؟ صفر عاد کرده x2 به علاوه x رو. آفرین بچه ها میگن آقا صفر صفر رو عاد میکنه فقط، پس x2 به علاوه x میشه صفر. از یه x فاکتور میگیریم، از اینجا یه x میشه صفر یا x میشه منفی یک. دوتا جواب داره. شماره سه، x2 به علاوه x یک رو عاد کرده، گفته بفرمایید که این معادله چند جواب دارد. نگاه کنید. بله باریکالله به شکوهی، یه اشکالی داره، اونایی که دوتا میگن یه ایرادی کارشون داره. ببینید بله x2 به علاوه x یه بار بعد یک باشه. بچه ها دوتا جوابی که اینجا به دست میارین عضو زد نیستن، رادیکالشون روند در نمیاد. x2 به علاوه x هم که منهای یک بگیرین دلتاش منفی میشه، اینم اصلا جواب نداره. اون دوتایی که میگین آقا رضا و خانم قربانی و مبینا، اینا جواب داره، معادلمونا صحیح نیستن. تو زد گفته بوده تو سوال چند جواب داره. شماره چهار، یک عاد کرده x2 به علاوه x، این معادله چند جواب دارد؟ یک همه اعداد رو عاد میکنه، پس با اجازه شما بازم بی شمار جواب داریم. باریکلا بازم بی شمار جواب داریم. بریم سراغ اتحادهای نیوتون. اینا تجزیه نیوتون هن در واقع، اتحادها رو به شکل ضربی نوشتیم تجزیه کردیم، ولی خب معروف شده به اتحادهای نیوتون. این آن منهای به ان جزو اتحادهای کلی و مهمه، همون چاق و لاغر خودمون. اگه شما اتحاد چاقر رو کیو بگیری برای خودت، پس میتونی بگی که حتماً کوچیکه بزرگه رو عاد میکنه، آ منهای ب آ ان منهای ب ان عاد میکنه. آقا
ان آزاده، یعنی چه زوج چه فرد هیچ مشکلی نداریم باهاش. اما اگر بین اینا به علاوه باشه، الان میرسیم، حتما باید توان فرد باشه. بینشون منها بود، نگاه کنین، کافی پرانتز بزرگر رو کیو بگیرین، آ منهای ب، آ ان منهای ب ان رو آد میکنه و توان هم اصلا محدودیتی نداریم. الان با توجه به این اتحاد بفرمایید که تست اول که آسونه جوابش چه میشود؟ تواناش با هم برابره بچه ها. باریکلا میگن تواناشو برداریم، 17 به توان 10، 11 به توان 10، تواناشو حذف کنید، 17 منهای 11 میشه 6. گزینه 2 این ساده بود. حالا گزینه سوال بعدی تواناش برابر نیستن، حالا چی کار کنیم؟ بعد یه کاری کنیم برابر بشن. حالا شما فکر کنین، 3 به توان 52 منهای 2 به توان 39. خب باریکالله، توانها رو میگن بشکنیم، هر دو به 13 میخوره. خیلی سوال قشنگه، نگاه کنین، 3 به توان 4 به توان 13، 2 به توان 3 به توان 13 میشه 81 به توان 13 منهای 8 به توان 13. تواناشو بر میداریم، این میشه 73. باریکلا گزینه 3 درسته. مبینا، زهرا، آیدا، دانیال، باریکلا. بعد ببینیم آقای شجاعی که توانا ارو گزینه ها نمیشد چیزی خداییش فهمید، ارو تواناش بعد میفهمیدیم، توانا رو بعد تجزیه میکردیم ببینیم بمیمیمشون چیه، یعنی جفتشون به چند بخش پذیرن. خب حالا نکته بعدی میگه اگر بینشون به علاوه بود حتما تواناشون باید فرد باشه. تست رو ببینید، آدم نگاه میکنه میگه آقا این غلط نیستش، شما گفتین اگه بینش به علاوه باشه توان باید فرد باشه، سی که زوجه. خب دیگه حالا راهنمایی نکنم، یه کاری کنین که فرد بشه. بچه ها خب باریکلا، منتها دوستان همه گزینه ها رو گفتن. اولا جوابش یکه، آب توان سی به علاوه یک، من می نویسم آب توان 10 به توان 3 به علاوه 1 به توان 3. اگر تواناشون فرد باشن ما میتونیم تجزیهشون کنیم، زوج باشه نمیتونیم. من اومدم 30 و نوشتم 3 10 تا. یه بار دیگه میتونم اینجوری هم بنویسم، در واقع بنویسم آ به توان 5 یا به توان 6 به توان 5 1 به توان 5. شما این سه ها رو برداری به آده به علاوه یک میخوره، پنجا رو برداری به آشیش به علاوه یک میخوره. یه جور دیگه هم میشه سی و شیکوند، دوتا 15 تا بنویسیم. باز مهمه توان فرد باید بیرون باشه، 15 ها رو بردارید به آدو به علاوه یک هم میخوره. معلوم بود از اولش در واقع مثبت به منها بخش پذیر نیست، ما اینو داشتیم، مثبت به منفی بخش پذیر نیست. خب
ما یه سوال جوندار درست حسابی هم میخوایم حل کنیم. گفته که این معادله چند جواب دارن؟ 65 آد کرده 2 به توان n به اضافه 1. این دو نقطه یعنی به طوری که 65 آد کرده 2 به توان n به علاوه 1 چند جواب طبیعی کمتر از 100 گفته داره. بچه ها من میخوام از اتحاد نیوتن استفاده کنم. وقتی که بینش به علاوه بود قرار شد توان فرد باشه. راهنمایی میکنم 65 رو میتونم بنویسم 64 به علاوه 1. این خیلی مهمه. خب حالا ببینم کسی هست بتونه حلش کنه این سوالو در ادامش. الان کسی نگاه کنه میگه آقا یه جوابتون که 6 قطعا. بله گفته چند جواب دارد. نگاه کنید من خودم حل کنم. یه ذره ابتکار داره بچه ها گوش کنید. وقتی شما اینجا 2 به توان 6 داری این نماینده یه عددی به نام آه و اینم یه عددی به نام ب. اگه میخوام از نیوتن استفاده کنم حتما باید هرچی اینور هست اونورم باشه. نگاه کنید اینجا ما الان 2 به توان n داریم 6 نداره. من با اجازه شما یه 6 ضرب میکنم یه 6 هم تقسیم میکنم. وقتی اینا تو هم ضرب میشن این 6 با 6 میره n میشه. این هم که میشه 1 به توان n 6. خب دوتاشون بینشون به علاوه است. خوب نگاه کنین زمانی این اتحاد درست بود که آقای نیوتن گفت توانتون باید عدد فرد باشه، دوکای به علاوه 1 باشه. از اینجا طرف این وسط این کن n میشه 12 کای به علاوه 6. 12 کای به علاوه 6 رو کوچیکتر از 100 یا 99 و بزرگتر از 1 قرار بدین. کا از اینجا میشه از 0 تا 7 یعنی 8 تا جواب داریم. پس یه بار دیگه توضیح بدم. سوال سخت بود. من اومدم اینو شبیه کردم به اتحاد نیوتن. 65 رو نوشتم یه توانی از 2 به علاوه 1. بعد نگاه کردم به فرمول نیوتن. اگر اینجا آ دارم اینجا باید آ رو داشته باشم. وقتی اینجا 2 به توان 6 دارم سمت راست باید عیناً 2 به توان 6 باشه. نیستش. یه 6 ضرب کن یه 6 تقسیم کن که تأثیری نداشته باشه. حالا که بعد یکم که مثلا مهم نیست توانش چی باشه، من برای یکم توانو n 6 گذاشتم. حالا که در واقع بینشون به علاوه از تواناشون با هم برابر شده میام توانو مساوی عدد فرد میگیرم یعنی 2 کای به علاوه 1. از اینجا n میشه 12 کای به علاوه 6 تو بازه‌ای که خواسته قرار میدیم بین 1 تا 100 و 8 تا جواب خواهیم داشت. از اون سوالای خیلی جوندار. بعدن که هم نهشتی بخونیم بچه ها این سوالا رو میشه با هم نهشتی راحت ترم یه خود حل کرد. حتما نباید اینقدر اذیت بشیم. دانیال مضارب فرد 6 بعد میگفتیم. مضارب فرد 6 همه مضربای 6 نیستن. و آخرین نکته نیوتن اینه. نیوتن گفت اگر اینور منها سمت راست منها سمت چپ به علاوه بود حتما باید توان شما زوج باشه. n باید حتما زوج باشه.
ان منهای به ان آی به علاوه به. آره تهش تقسیم بر دو کنیم اگه حواست به فرد و زوج باشه راه درسته. بله این سوال رو دیگه خودتون تو خونه حل کنید لطفا، شبیه به همون اون سوال حل میشه و راهنمایی هم میکنم 82 رو بنویسید 3 به توان 4 به علاوه 1، این برم که 3 به توان n منهای 1. فقط اینجا چون سمت راست منهای سمت چپ به علاوه، حتما یادتون نره که توان باید زوج باشه. در مورد سمت راست مثبت سمت چپ منفی هیچ وقت ما قانون نداریم و این علامت آد نکردن رو بعد اینجا بذاریم. آ منهای ب در حالت کلی آد نمی کنه آ ان به علاوه ب ان. و میریم سراغ آخرین بخش از آد کردن. ایکس به علاوه دو آد کرده 8 و عنوانش هستش بخش پذیری چند جمله ای به چند جمله ای. من اول با یه سوال دستگرمی شروع کردم، بعد حالا پارامتری میشه. نوشتم ایکس به علاوه دو 8 و آد کرده، این معادله چند جواب صحیح دارد. خب بگیم ببینیم که این سوال چند تا جواب داره. بچه ها این معادله داشتیم شبیهش رو همون اول بسم الله امروز به شما گفتیم. x به علاوه 2 8 رو آد کنه، بفرمایید این معادله چند جواب داره. رفیعی باریکل 8 تا. آفرین. x به علاوه 2 باید مقسوم الیهای 8 باشه، مثبت و منفی 1، مثبت و منفی 2، مثبت و منفی 4 و مثبت و منفی 8. حواستون جمع باشه، یه وقت گفت طبیعی اشتباه نکنین، همه اونا درست نیستن. اما رفتیم سراغ پارامتری. n به علاوه 2 آد کرده n2 به اضافه 2 رو. من این سوال اول رو هم از راه تشریح حل میکنم، بعد تستیشو میگم، دو تا سوال بعدی هم دیگه تستی حل میکنم براتون. نگاه کنید بچه‌ها، n به اضافه 2 آد کرده n2 به اضافه 2 رو، گفته این معادله چند جواب داره. ما یه رابطه کمکی رو امشب چندین بار استفاده کردیم، بازم استفاده میکنیم. هر عددی خودش رو آد میکنه. آقا برای چی نوشتین؟ میخوام n2 رو کلکش رو بکنم، سمت راست رو در یه دونه n چاقش میکنم، در یه دونه n ضربش میکنم. حالا این دوتا رو میذارم کنار همدیگه، تکرار میکنم، هرگاه عددی دو عدد را آد کند، ویژگی شماره 6 بود، جمع و تفریقشون رو آد میکنه، از هم کم میکنیم، پس n به اضافه 2 آد میکنه 2n منهای 2 رو. من حالا پایینی و بالایی کم کردم، فرقی نداره، جا به جا هم بشه، یعنی دو امن های دو ان هم درسته. خب آقا تا اینجا آفرین، ان دو رو از بین بردی، حالا یه کاری کن ان هم از بین بره. دوباره رابطه کمکی، ان به اضافه دو خودش رو آد میکنه، سمت راست رو در یه دونه دو ضرب میکنم، پس ان به اضافه دو آد میکنه دو ان به اضافه چهار رو. این دوتا رو از هم کم میکنیم، پس n به اضافه 2 آد میکنه 6 و دیگه. بچه ها به عدد رسیدیم اینجا، این مرحله آخره، بقیهش بلدی. مقسوم الیهای 6 رو مینویسیم، مثبت منفی 1، مثبت و منفی 2، مثبت و منفی 3 و مثبت و منفی 6. حواست جمع باشه، عجله نکن خواهشن، گفته چند جواب طبیعی دارد. زود بعضیا عجله میکنن، منهاشو بیخیال میشن، میگن 4 تا جواب مثبت داره. غلطه، نگاه کن، اول با مثبت 6 برو، یه n 4 در میاد طبیعیه، با مثبت 3 هم برو، یه n 1 در میاد طبیعیه، بقیه منفی هن، طبیعی نیستن. پس گول نخوری بگی فقط سری بگی مثبت ها 4 تا جواب ها، 2 تا جواب کلن طبیعی داره.
حالا دیگه میخوام برم سراغ راه حل تستیش. راه حل تستی، راه حل عالی میخوام بگم. پس این رابطه کمکی‌ها رو خلاصه غافل نشینا، هر وقت یه عدد دو تا عدد رو آد کنه حتما جمع و تفریقشون رو آد میکنه. تو رابطه تستی بچه ها میگن ریشه سمت چپ را در عبارت سمت راست قرار میدهیم. ریشه سمت چپ را در عبارت سمت راست قرار میدهیم. آقا ریشه سمت چپ الان اینجا منفی دوه، خوب تماشا کن، بنداز تو سمت راست. حالا من خود سوال رو بنویسم اینجا، یادم نره سوال این بود دیگه، n به اضافه دو آد میکرد n دو به اضافه دو رو. ریشه سمت راست منفی دوه، بنداز تو سمت، ریشه سمت چپ منهای دوه، بنداز تو سمت راست، میشه 4 به علاوه 2. بفرمایید بچه ها رسیدیم به 6، بقیه داستانم که بالا نوشتیم. ریشه سمت چپ رو میندازیم تو سمت راست، ریشهش منهای 2، بندازیم تو سمت راست، 1 به 6 میرسیم و یه کارمون ردیفه دیگه، خیلی ساده و آسون. حالا این یکی شما حل کنید، همین تستی دیگه میخوایم حل کنیم. گفته این کسر یه عبارت صحیح بشه. کسر زمانی صحیح میشه که مخرج صورت رو آد کنه، یا به قول خودمون صورت به مخرج بخش پذیر باشه. من حالا تبدیلش کردم به آد کردن، شما بفرمایید چند تا جواب داره. ریشه سمت در واقع چپ بچه ها n مساوی با 4ه، ریشه سمت چپ n مساوی 4، ما جایگذاری میکنیم در سمت راست، پس n منهای 4 آد میکنه 16 منهای 20 به علاوه 28 و یعنی 24 رو. اشتباهی بعضی جای گفتن 24، مقسوم الیه های 24 رو بعد شما بشمارید. بچه ها n منهای آد کرده 24 رو، پس n منهای 4 میتونه تمام مقسوم الیه های 24 باشه. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 و 24، 16 تا جواب میشه. آقا همش هم درسته، به خاطر اینکه در واقع نگفته طبیعی، صحیح بگه کار ما راحت میشه. پس گول نخورین اگه یه وقت مثلا خود 24 تو گزینه ها بود بگین 24 میشه ها، مقسوم الیهاش میشه. و بریم سراغ سوال آخر دیگه، برای امشب کافیه، انشالله بمیمیم که میمیم و جلسه بعد میگیم بهتون. چند نقطه روی این منحنی وجود داره. بعضیا فکر کنن این سوال حسابانه، ولی اینو قشنگ میشه الان مثل قبلی تبدیل به یک کسرش کرد. ببینید میتونید حلش کنیم، یه ایگرگ رو بر حسب ایکس به دست بیاریم. حالا من یه راهنمایی اولش رو را بندازم، از یه ایگرگ فاکتور گرفتم، پس از اینجا ایگرگ میشه ایکس به علاوه 3 تقسیم بر 2x به علاوه 1. حالا ادامه داستان چی کار کنیم؟ قراره که مختصات صحیح باشه، حواستون جمع باشه، میگه مختصات صحیح هم x در واقع باید صحیح باشه و هم y باید صحیح باشه. اصلا طبیعی هم که بگه دیگه خیلی مهمتر،
ما از اینجا میگیم بچه‌ها مخرج باید صورت رو آد کنه. یه اتفاق اینجا میفته، ریشه مخرج ما یعنی ریشه سمت چپ ما کسری در اومد. ما اصلا قرار نبود کسری داشته باشیم و استفاده کنیم. ولی من راه تستیشو میخوام بهتون بگم. اگر خانم رفیعی سمت چپ کسری شد، شما کاری نداشته باشین، کسریه رو بندازین تو سمت راست. یعنی اینطوری میشه، 2x به علاوه 1 آد میکنه منفی 1/2 به علاوه 3 رو، این میشه 5/2. آقا این کسری شد، مخرجش رو لطفاً حذف کنید در ادامه راه حل تستیتون. حالا خودمونیش اینه که مگه ما نگفتیم سمت راست آد کردن و میشه در یه عدد ضرب کرد؟ منم در یه 2 ضرب میکنم تو ذهنم، باریک الله رفیعی. پس 2x به علاوه 1 آد میکنه 5 و مقسومون الیه های 5 رو مینویسیم، مثبت و منفی 1، مثبت و منفی 5. بچه ها دونه دونه x ها رو حساب کنین لطفاً، بعد ایگرگاشون هم باید چک کنیم ها که صحیح بشه، که معمولا میشه یه x 0 میشه، یه x منفی 1 میشه، یه x 4 میشه، یعنی 4/2 میشه، یه x مون هم میشه منفی 3. اینا رو اگر دونه دونه زحمت بکشین، در واقع بذارین تو صورت این کسره، ایگرگتون هم باید صحیح، مثلا 0 بذاری میشه 3 که درسته، بقیه شون هم درست در میان. 4 تا جواب داریم توی این سوال، 4 تا جواب داریم. پس اگر کسری شد، ریشه مخرج رو بذارین تو صورت، مخرجش هم حذف کنین. حالا اگه بخوان خیلی اذیت کنن، که حالا تو تاریخ کنکور هیچ وقت همچین سوالی نیومده، مثلا بعضی از این آزمونا ممکنه همچین سوالی بدن، اینو میدن برای هفته دیگه روش فکر کنین. اومدیم و مثلا سمت چپ ریشه نداشت، این نامردی دیگه، یعنی هیچ کاری نتونستی بکنی. N2 به علاوه 1 واقعا ریشه نداره. این مسئله چند جواب طبیعی داره، حالا چند جواب صحیح بگیم داره که یه ذره تعداد جوابان بهتر بشه. این معادله چجوری حل میشه؟ راه نمایی باید بگم، فقط باید برید، فقط خودش رو آد میکنه، یعنی از همون راه تشریحی اولیه ما باید حتما حل کنیم. خب قراره که تا جمعه انشاءالله این سایت را بیفته و این جزوه ها رو قرار بدن براتون. اگر تا شنبه مثلا واقعا راه نیفتاد و شما باید پرینت کنی جزوه رو و استفاده کنی، تو تلگرام شنبه به بعد به من یه پیغام بدین، من اصل جزوه رو براتون بفرستم. ولی انشاءالله سایت آماده میشه و تا شنبه قول دادن که کار انجام بشه. 0912-138-8092. تو تلگرام اگه به من پیغام بدین هفته بعد اگه سایت درست نشد، انشاءالله ما در واقع جزوه رو براتون میفرستیم. بعد حتما تکلیفارم ذره ذره از هفته بعد، کتابو که انشاءالله خیلی سبز رو خریدین، شماره هاشو میگیم که تو تلگرام برای من بفرستین. خانم در واقع آیدا گفته که سمت چپ بزرگتره، بله از این میتونید یه راه حل تستی استفاده کنین، کمک بگیرین دیگه، من نگم این نکته است که سمت چپ بزرگتره. البته در حالتی قطعا اینطوریه که N عضو Z و طبیعی باشه، ولی خب ممکنه یکی دوتا جواب اینجا جواب بدن بهمون دیگه. خب انشالله تا هفته بعد سعی سالم باشین و به خدای بزرگ میسپاریم شما رو. جزوه پر شده رو خود هدف باید بفرسته آقای شجاعی، یعنی اول آخر سایت باید درست بشه و این جزوه پر شده رو هم بذارن برای شما. این کار رو انجام میدن، حالا دارن الان یه تغییر تحولایی میدن، انشالله زودتر کارشون انجام بشه. خسته نباشین، خدا نگهدارتون.